سال پیش بود که اعلام کردن ریبوت فیلم رزیدنت ایول در دست ساخته، اما این باعث شد ما هایپ شیم. خیب میدونی چرا؟ اما این باعث شد ما هایپ شیم، هیجان زده شیم و خشتک بدریم. باید بگم که خیر، میدونی چرا؟ اولین و مهمترین دلیل اینه که هالیوود پر از فیلمای زامبی توره و ان این جان رو در آورده. پس قرار فرق رزیدنت ایول با بقیه این فیلما چی باشه؟ اسمش. فقط کسایی که طرفدار بازی باشن میرن این فیلمو میبینن، حتی اگه طرفدار فیلمای زامبی محورم نباشن میرن ببیننش. یکم بعد لیست بازیگرای فیلم منتشر شد و حتی کسایی که برای دیدن فیلم هایپ بودن در جا فهمیدن قرار با چه فیلمه بدی روبرو بشن، و حتی منتشر شدن تریلرش هم بازم باعث نشد کسی برای فیلم هایپ شه. ولی اصلی ترین دلیلی که باعث شد کسی برای این فیلم هایپ نشه این بود که این فیلم از روی گیم درست شده. دیگه هممون تجربهشو داریم و میدونیم که هر فیلمی که از روی گیم درست میشه میرینه و تلویزیونه داخل فروش و قشنگ بودن اون فیلم و کلت هر چیزی که ما از اون گیم دوست داشتیم. چرا؟ چون که بازی رو با استانداردهای خاص خودش میسازن، نمیشه اون استانداردها رو بیای روی سینما پیاده کنی. اگه شما یه گیمی رو پلی میدی و با داستانش حال میکنی، باید اینو بدونی که داستان اون بازی به خاطر این خوبه که اون داستان داخل دنیای بازی روایت میشه. ولی اگه سعی کنین یه بازی رو بردارین به زور زورکی و به خاطر پول روی پرده سینما فرو کنین، نتیجهش میشه حاصل رابطه نامشروع خر بیوه و سگ زیر پلخواب که اکثر کمپانی‌ها اینو انجام میدن و آدم نمیشن و هی زرت و زارت و زورت از گیم فیلم میسازن و مقدسات و خاطرات طرفداران این جماعت گیمر بازی میکنن. برای چی؟ پول. تا کنون اصلا در تاریخ دیده نشده که از روی گیم فیلم خوب بسازن. عزیزم نویسنده گرام، کی گفته از روی گیم هیچ وقت فیلم خوبی نساختن؟ انگری بردز خوب بود، سونیک هم خوب بود، انیمیشن‌های قدیمی رزیدنت هم خوب بودن، باقیشون ریده بود، ولی به هر حال همیشه نگو در طول تاریخ نبوده، بوده. اوکی. آیا فیلم رزیدنت ایول ویلکام تو د راکون سیتی یک استثناء از این مثال‌هایی که زدم قرار گرفته؟ آیا یه فیلم خوبیه؟ آیا تونسته این فرمول جواب بده؟ جواب این سوالات مثبته. این فیلم یک انقلاب جدید در این زمینه بود و به همون نشون داد که هنوز کلی راه و پوزیشن‌های مختلف وجود داره که میتونی به یک دونه فرانچایز که کلی طرفدار داره تو جمع بریدی. هر زدن تو هر چی خاطره ما از رزیدنت ایول داشتیم، هر کدومش یه شکل ندستن چیه؟ اولینا تو چشترینا بزرگترینا کلوفترین ایرادی این فیلم بازیگرشه. اولین کسی که میرم سراغش کلاش اکثری ماست، یعنی زیل. شما این کمالات ببینی، این قیافه و این این وضعیت زشته، کثیفه، مستهجنه. الان شما اینا با این زیری که تو این فیلم نشون دادم مقایسه کنین؟ البته اینکه دیگه چیز جدیدی نیست، تبدیل کردن شخصیت سفید پوست به نیم سیاه پوست یه قانون توی هالیووده. ولی هر کاری کنی این یه ایراده، هر کی هم میگه ایراد گرفتن ازش نژاد پرستی است بیاد اینا بخوره. نفر دوم لیانس، یکی دیگه از شخصیت‌های اصلی این سری بازی، به چه خوشگل و کراشی هموطنای قزوینیمون. بازیگری این یکی یه تخم سگی هندی است که میگه هلو ولکام تو مای یوتیوب چنل. حقیقتا این زالا نویسنده برای من کلی فشار نوشته در مورد بازیگری وسکر که آره این بازیگری بدی است، بد بازی کرده سا او بی سا اینا، ولی حقیقتش من با بازیگری یکی حال میکنم برخلافی بقیه شو. پس علیکی چیز میکنم، علیکی الان فشار میخورم که جمله بعدی درست سر بیاد. اوکی. وای چه بازیگری بدی وسکه، چی اینا را دادس اینجا چی کار دارین؟ بس دیگه فکرم الان دیگه کسی ها میتونه بیاد جواب. عزیزم آروم باش، فشار نخور، بیا بیا دوغ آبلی بخور، سر بکش قشنگ به مولا حالت جا میاد. ادیتور جان شما هم لوگو آهنگ منو پخش کن بیام بقیهشو بگم. دمت گرم. با سلام خدمت شما همراهان عزیز، بنده با ادامه نقد فیلم شیطان نشسته به راه کون شهر خوش آمدید خدمت شما هستم.
دومین ایراد اصلی این فیلم شخصیت پردازی بازیگران این فیلم است. به قاطعیت میتوان گفت که در تمامی بازیگران شخصیتشان در فیلم مطلقاً هیچ شباهتی به شخصیت آنها در بازی نداشته، نخواهد داشت و اصلا این کار کارگردان این فیلم باعث شد که این فیلم نه تنها یک رزیدنت ایول خوب نشود، بلکه تنها تبدیل به یک فیلم مستقل زامبی محور به شدت ضعیف شود و عنوان شیطانه نشسته. تنها عامل آن برای جذب مشتری کلیک بیت کردن. یک کلام بخوام بگم، مادم گفتن یه چرت و پرتی میخوایم بسازیم نمیفروشه چیکار کنیم، گفتن گیمر خر زیاده، مینویسیم رزیدنت ای ببخشید شیطانه نشسته طرفداران میان و میبینن و همین دقیقاً اتفاق افتاد. برای مثال جیل ولنتاین توی این فیلم کلن یه جوری نشونش دادن که انگار یه شخصیه که همش داره خودنمایی میکنه و تو کل فیلم به غیر از دریده بازی هیچ غلط دیگه‌ای نمیکنه. از اون طرف شخصیت به شدت امام و خفن لیانس کندی به عنوان یه شخصیت اسکل و دست و پا چلفتی و چلمنگ و احمق به تصویر کشیده شده که کاملا برعکس اون چیزی بود که تو گیما بود. کارگردان عزیز اومده داستان رزیدنت ایول یک و دو چپونده تو هم دیگه، بعد هدف فیلمو کلا مشخص نکرده، معلوم نیست سر کی تو ماه، تحت کیه، آدم بده فیلم کیه، هدف آدم خوبا چیه. به طور کلی اگه شما داستان بازی رو کلهم ندونی باید پاره بشی تا بفهمی جریان این فیلم چیه. ویلیام بیرکین توی این فیلم مسئول یه یتیم خونه است که برای آزمایشات کثیفش از بچهای یتیم خونه سوء استفاده میکنه. بعد ویسکر برخلاف بازی که توش یکی از افراد محقق و کله گندای آمبرلا بود، الان توی این فیلم یه آدم کاملا معمولیه که فقط برای پول برای آمبرلا کار میکنه. طبق چیزی که توی فیلم میبینیم اعضای استارز میرن به همون عمارت معروف اسپنسر، ولی ویسکر قرار بوده که اونجا ولشون کنه تا ایدز بگیرن و بمیرن. پایان. ویسکر از راه عمارت میره به یه آزمایشگاه مخفی تا ویروس جی رو بدزده. قضیه عمارت مربوط به قسمت اول بازیه و قضیه دزدیدن ویروس مال قسمت دومه. یعنی اگه ویسکر قرار بود ویروس جی رو بدزده، پس قضیه عمارت چی بوده؟ یعنی اینا توی یه زمان با هم چیز بودن؟ چرا اینجا سوراخ ایجاد کردی آقای نویسنده دیوانه؟ نویسنده اینو نمیگه، نویسنده فیلمو میگه. آره. حالا از یه طرف دیگه لیان و کلر لو دار خیلی سخته. لیان و کلر رو داریم خیلی بد، کلمات بدیان پشت سر همان سخته. این بار هفتمیه که دارم اینو ضبط میکنم. حالا از یه طرف دیگه لیان و کلر رو داریم و درست مثل بقیه شخصیت ها این دو نفرم معلومی سرشون با کجاشون پنالتی میزنه. بالاخره این جمله رو گفتم، بعد از اینکه این دو نفر همو توی RPD پیدا میکنن، همراه رئیس بزرگ یه راست رفتن به یتیم خونه، همون یتیم خونه مخوفی که توش بزرگ شده بودن و ویلیام برکین بچه باز ادارش میکرد. لیزا تریور یادتونه، همون دختر روانی که توی قسمت اول بازی بود. من نمیدونم کارگردان چرا یه شخصیت عجیب الخلقه که وقتی آدم از 10 متری میبینتش تخم میچسبونه رو گذاشته داخل یتیم خونه. و نکته اینجاست که این دختر 20 سال اینجا مونده و هیچ کس کاری به کارش نداشته. تنها نقشش توی این فیلم فقط برای این بوده که فکر لیکر رو پیاده کنه و بعد راه مخفی به آزمایشگاه زیرزمینی رو نشونه لیان و کلر بده. حالا اینجا یه سوال پیش میاد، مگه عمارت اسپنسر توی هومه شهر وسط جنگل نیست؟ مگه یتیم خونه وسط شهر نیست؟ چطوری هر دوی اینا با یه آسانسور به همون آزمایشگاه راه پیدا میکنن؟ اینم هیچ توضیح منطقی نداره. آقا به اندازه کافی راجع به منطق و داستان و بازیگری توضیح بده. همش منطقیه. اوکی، همه حرفای این کارگردان و کل فیلم منطقیه. اوکی، حالا بذارید کل فیلم رو براتون خلاصه بگم که هرچی از قلم افتاده ملتفت شین. افراد استارز فرستاده میشن عمارت اسپنسر. ویسکر خائن در میاد و میخواد ولشون کنه که خوردشن. خودش هم میره زیر زمین، ویروس رو از ویلیام برکین بدزده و تیربارونش میکنه. در نتیجه این فایت خودش هم تیربارون میشه و میمیره. برکین اون ویروس رو به خودش تزریق میکنه و ندایاسی میشه و کریس رو یه جا گیر میندازه تا باهاش کارهای بدبد کنه. ولی همون لحظه کلر از راه میرسه و با قدرت هرچی که هست دو تا تیر به برکین میزنه و به همین راحتی میکشتش. تاشم آدم خوبای داستان قهرمانانه از گرد و غبار میان بیرون و پایان. یه صحنه بعد تیتراژ هم هست که نشون میدن ویسکر توش زنده شده و یه دختر چینی که همون ایدا وانگ خودمون باشه میاد یه عینک براش میندازه و میگه حالا بیا برام کار کن و همین.
خب این ویدیو هم تموم شد. طبق معمول همه ویدیوها که تموم میشن، این یکی از فیلم های مزخرف سال پیش بود. انقدر ماشاءالله 2021 پربرکت بود، ما از 2021 از آغازش داریم فیلم های مزخرفش میسازیم، الان وسط ها 2022 هنوز فیلم های مزخرف 2021 تموم نشده. یه چیزی بهتون بگم، ما اولین باری نیست که از روی رزیدنت ایول فیلم ساخته شده و فیلم بدی از روی ساخته شده. قدیم تر ما حدوداً 6 تا فیلم رزیدنت ایول داشتیم که همشون هم یه کارگردان ساخته بود و این فیلم ها همشون فاقد ارزش بودند و نگاه نکنید، چون اصلا نسبت به بازی اصلی یه سری فیلم های سم و کرینجن، ولی در حداقل ترین حالت ممکن سرگرم کننده بودن که این فیلم جدید 2021شون همینم نبود، خاک تو سرشون. ولی یه خبر خوب براتون دارم، نتفلیکس داره یک فیلم جداگانه از رزیدنت ایول میسازه که وسکرش سیاه پوسته. مبارک باشه دوستان عزیز، موفق باشید. من برم اسکرت بیاد یه فکت بگه. من اونی که این رزیدنت داد دست ما، اویلو داد دست ما، بلندش به تو قبل بکشنش بیرون. ای همین چرخ بکنم. من اسکلت اپو هستم و امروز اومدم با یه فکت شما را از نادانی در بیارم. میدونستین شما هیچ وقت نمیتونید یک آینه استفاده نشده بخرید تا یه روز دیگه یه فکت دیگه شو بخرید؟